سرور بعدی که اینجا داریم سرورگ پلاته. در سرورگ پلات شما به یه سری ابزارهای آماده برای رسم نمودارهای دو بعدی، سه بعدی، میله‌ای، انواع اقسام نمودارهایی که مطلب میتونن رسم کنن رو شما اینجا ابزار آماده شما میبینید. الان غیر فعال هستن چون متغیری تعریف نشده. شما واسه متغیر برای رسم تعریف کنید، سپس میتونید از این ابزارها استفاده کنید و یه رسمی رو انجام بدید. در سربرگ بعدی قسمت ابز قرار داره. مطلب در مطلب شما به دو صورت میتونید از جعبه ابزارهاش استفاده کنید. یکی از طریق کامند نویسی داخل کامند ویندو یا داخل این قسمت میتونید کارتون رو انجام بدید، یا میتونید از این جعبه ابزارهای آماده استفاده کنید. مثلا شما بخواید شبکه عصبی کار کنید برای کار فیتینگ، اینجا تولبار آمادهش وجود داره، میتونید یاد بگیرید چگونه باش کار کنید، دیتا وارد کنید در قسمت‌های مختلف. یا مثلا شما میخواید برای مثلا پیشبینی سری‌های زمانی استفاده کنید، میتونید از این جعبه ابزار آماده که مطلب داره استفاده کنید. حالا طریقه کار با این جعبه ابزارها رو اکثرا داخل هلپ که برید، هلپ اون قسمت برید، Financial Time Series Help، هلپ سری‌های زمانی مالی رو میتونید برید ببینید که چگونه از این جعبه ابزار میتونید استفاده کنید و توضیحاتی داده بر نحوه کار باهاش گفته. و ممکنه شما مثلا با یه قابلیت داخل مطلب آشنا نباشید، میتونید این تو جعبه ابزار آمادهش رو ببینید و باهاش کار کنید. ولی احتیاجی به کد نویسی ندارن این جعبه ابزارها و شما میتونید به راحتی از اون استفاده کنید. تو قسمت شورتکات هم شما میتونید یه شورتکات بیایید برای مطلب تعریف کنید که در این قسمت ظاهر بشه. مثلا شما میخواید یه شورتکات برای دستور CLC داشته باشید، کافیه نیو شورتکات بزنید، مثلا بنویسید پاک، یعنی صفحه نمایش رو پاک کن و بیاد اینجا بنویسید CLC و سیو رو که بزنید ذخیره میشه و اگه بر روی پاک کلیک کنید صفحه نمایش شما پاک میشه.